بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مریم 98 آیت است. به خاطر مریم میگه، به خاطر که واقعی مریم دی بیان شده است. مکی سوره است، هدفش تقریر توحید است. در اون سوره الله رد کتیره که اولیاء الله و چیزایی که از اونا صادر می شود اونا با حکم الله است، اونا الوهیت ندارن. در اینجا این را بیان میکنه که بعضی دوستای دیگه الله است، که الله یا محتاج بودن، بنده ها بودن، عیسی علیه السلام، زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، شما اینا را اله جور نکنین. مریم هدفش تثبیت توحید است، تنزیه الله با کردنش به چیزی که مناسبش نیست، تثبیت عقیده، ایمان، توحید، بس دوباره زنده شدن. محور این صورت یا موضوعش که کل از این میگردد چی است؟ حول توحید و ایمان به وجود و وحدانیت الله، منهج مهتدین و منهج و طریقه دوالین. دیگه این صورت بیان میکند به قصص و داستانهای بعض انبیا آغاز شده گید به واقعی نبی ما زکریا علیه السلام، ولدش یحیی که الله ایره در بزرگ سالی برش داده بود، زنی که آخر بود یعنی عقیم بود، نازا بود، اولاد به دنیا نمی آورد، الله قدرت داره که به هر چیز دعای زینا را شنید، قبول کرد، الله برشان اولاد داد. پس کسی محتاج است، اولاد ندارد، الله مدد بخواهد، پیش مردا و قبرا و زیارتا و بتا و یا نروه. دیگه بیان میکنند واقع بسیار عجیب و غریب ناشنا را، واقع مریم و زهرا پاکدامن، پاکی از این به یک طفلی که پدر نداشت، الله حکمت الهی تقاضا کرده بود که الله اینی را مثل یک معجزه پیدا کنه، به پدر از مادر بدون پدر، تا که آثار قدرت الله در وجود از این تمثیل شود و عظمت الله واحد شناخته شود. دیگه از واقع ابراهیم الله بیان میکنه به امرای پدرش باز که این بسیار دعوت داد، صفات خوبش یاد میکند. دیگه از اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، موسی، هارون، اسماعیل، ادریس، نوح علیه السلام، باز کلامش ادامه میده به انبیا. دو سلسله صورت از انبیا است، هدف اثبات وحدت رسالت. کل انبیا هدفشان یکی بود که غیر از الله کسی را عبادت و بندگی نشه. کل انبیا خودش بنده ها بودن یا خدا نبودن. حالا که شما عیسی را خدا جور کردین، بسیار کسا را عبادت میکنین، کارا را نکنین. رسول کلش آمدن برای دعوت مردم به توحید الله، توحید عبادت، رد شرک بت ها و هر نوع شرک، شرک با همه مظاهرش باید رد شود. این صورت بعضی حالات قیامت بیان میکند، حالات بسیار شدیدش کافرا که است، یا جز صوفی کفره مجرمون در چار گرد جهنم میفتن، بزانو ننداخته میشن، در میگیرن و ختم میشه صورت به پاکی الله از اولاد و شریک و نظیر و همانن، رد میکنه به دلالات مشرکین به بهترین قوی دلایل. صورت مریم معجزه دائمی است، خود این صورت و خود پیدایش فرزند از این بدون پدر، باز گپ زدن طفل در عیسی در حالت طفلی در آغوش مادر بود. دیگه واقعی که ناشنایی که دی تیر شده در ولادت عیسی علیه السلام، رد است به بالای نصرانی ها که شما چرا اینطور کار میکنین که ایره خدا جور کردین. و این سوره را جعفر پیشکی خوانده بود، پادشاه نجاشی، و او سبب ایمانش شد، مسلمان شد. حروف الف کاف ها یا عین صاد، این حروف چی است؟ حجاز، یعنی قرآن کتاب معجزه است، این را مقطعات میگه. از این همی حروف جور شده، بیارین شما مثل از این مفسرون در این معناش اختلاف داره. بعضی میگه که متشابه است که الله علم از این را میفهمه کسی نی، و میخاطر مفسرین چی میگه بعضشان؟ الله عالم به مرادی، الله خوب عالم است به مرادی از این. بعضش میگن اشاره به بعضی اسماء الله است، اسماء حسنا، الف اشاره به اسم جلیل الله است که الله اینطور میگن، لام اشاره به سوی چی است؟ و لام اشاره الى اسم الله لطیف، میم اشاره به سوی علیم است، الف لام میم میگن. باز از عبدالله ابن عباس است که الف من الله و لام من جبریل، میم از طرف محمد، یعنی یک اشاره به تنبیه است. قرآن کتاب معجزه است، نازل شده از جانب الله به واسطه جبرئیل به خاتم النبیین. دیگه گپام در این است، در حروف حجاب صحیح راجی است که این حروف مقدمه به خاطر تنبیه به اعجاز قرآن کریم. ابن کثیر میگه که کافیان سات یعنی قرآن معجزه است،
مثل که محققین از ائمه اعلام جها بزت المتفسیر بسیار علمای برجسته تفسیر میگن که او را ببینی که میگن بر اعجاز قرآن شان است. ذکر رحمت ربک عبده زکریا کاف ها یا این صاد، یاد کو رحمت ربتا ببنده خود زکریا علیه السلام. این نادا رب و ندان خفیا، وقتی که آواز کرد رب خدا با آواز پنهانی، قال گفت ربینی و انا العظم منی، ای رب سست شده استخوان ما وشت على الراس شیبا، شوله زدگی سر ما سفیدی، ولم اکن به دعای که رب شقیا، نیستم ما به دعای تو ای رب ناومید بدبخت و ناومید، و اینی خفت الموالی من ورای ما میترسم از قیشانده ما از پشت سرم، و کانت امرات یاقرا از خانم ما نازا اولاد به دنیا میارد، فهب لی من لدونک ولیا، ببخشد برای ما از طرف خود یک بچه و فرزند یرثنی و یرث من آل یعقوب، که میراث نبوت از ما ببره و از خانواده یعقوب، و جعله رب رضیا، بگردان ای رب ای رب پسندیده و صالح. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، ای زکریا ما تو را بشارت میتیم به فرزندی که نامش یحیی است، ولم نجعل له من قبل سمیا، نگردانید من پیش از این هم نام. قال گفت رب زکریا ای رب انا یکون لی غلام، چگونه برای ما اولاد میشه، و کانت امراتی عاقرا، در حالی که زن ما عاقر است یعنی عقیم است نازا است، طفل به دنیا نمیره پیر است، و قد بلغت من الکبر عتیا، ما هم رسیدیم از بزرگسالی در نهایتش بسیار کلان سال هستم. قال گفت الله كذلك تو بمی آلت می باشی. قال ربک گفت ایز رب تو هو علی هینون ای بما آسان است، و قد خلقتو که من قبل و لم تکو شیا، ما تو را پیدا کدم پیش از هیچ چیز نبودی. قال رب جعلی آیا، گفت ای رب بگردم بر من معجزه و نشانه. قال گفت الله آیتو که لا تکلم الناس، نشانه و معجزه توی سخن گفتن نمیتونی با مردم. ثلاث لیال سویا، سه شب برابر. فخرج علی قومی، بیرون شد به بالای قوم خود من المحراب، از بالا خانه عبادت خانش. فاوحا الیهم، اشاره کرد به اونها، ان سبحوا بکرتان و عشیا، پاکی الله را یاد کنین صبح دیگر. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، ای یحیی بی کتاب با قوت و کوشش، علم عمل و بیان، و اتینا الحکم صبیا، دادیم ما به این حکم در حالت طفلی، و حنانا من لدنا و زکا، احسان بود در طرف ما، زکاتا بخششی بود، و کان تقیا، بود آدم نیک، و برم به والده نیک و کار بود به امرای پدر مادر خود، ولم یکن جبار ناسیا، نبود سرکش نافرمان. و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلامتی باد به یحیی روزی که تولد شد، روزی که میمرد و روزی که دوباره زنده میشود. پس در اینجا این واقعه را الله بیان میکند. وهن العزم، یاد این ذکر و رحمت ربک، یعنی هذا ذکر و رحمت ربک، ای هازا اینجا مبتدا ذکر رحمت خبر، این سوره که بیان میشه رحمت ربت به بندیش زکریا، یعنی واقعی ازیر ما برد بیان میکنیم ای رسول الله. ادنا دا ربه ندا ان خفیا، یاد که وقتی که مناجات کرد با رب خود، عاجزی کرد، فریاد کرد رب خدا به صوت خفی، صوت خفی را میگه که خودت بشنوی، اینا خفیا، نبود که نزدیک نبود که بشنوه، یعنی همی تو کم کم میشونی که یا الله اولاد ندارم، شوق خیسته بود دیگه، عبادت میکن. مفسرین میگه اخفاف الدعا ادخلو فی الاخلاص، بسیار اخلاص میرسانه که انسان اخلاص و بعد از ریا دور است. همی تو که بسیار همی شب باشه و اتاق تنام بود، این اتاق عبادت خانه جدا بود، اونجا خوب دیگه میتونی مشکم بریزانی و خوب بمو اخلاص دعا کن. این که بعد از سنت و بعد از فرض میکنن کلگی، این یه دیگه این یک گپیچ اونجا سعید و کدام نمیتونی. اگر یک ذره اخلاص چی کنی، همی تو میگه این ریاکار است که خدا به ما نشان میده، همی تو رست یعنی ما یک سعید واقعا بعد دل آدم نمیتونه، باید در دو انسان عشق بریزانه. یاد که رحمت ربط به بنده خود زکریا، زکریا این رحمت چی بود؟ آواز کرد رب خدا ندان خفیا، سعی کو که بی اولاد بود، اولاد از کی میخواد؟ از الله، یا الله اولاد، حالی که اولاد نداره از کی میخواد؟ میگه از پیش برو در زیارت فلانی ببرش، در غزنی ببرش، در فلانه جا ببرش، اولاد دار شد. زن میبره اونجا زیر زمینی هم جور کرده در قبره،
کلی مجاورای بیدینام ششتن مجرد مجرد میگه یک هفته میجا بانش اولاد دار میشه یک هفته که میمانش میان که اون زنا و فحشا روانه یقین کنید که در بسیاری زیارت ها زنا و فحشا این را به مبالغه میگم ما و اگر شک دارین برین پیسه ندارین که بگردین یا جا را چی میگن در بنیر است یک جای در پاکستان است یک ولایت است خو پیر بابا در پیر بابا برین سعی کنین پیر بابا میگه یک حال است که زنان فهم مردم های لاور و پنجابی همونجا میره میگه چه قوخ بانی مولادار میشه یک ما میگه بانش خودش میره همونجا من داره زنا و فحشا روانه باز اگه نشد میگه آنه خو چی بود دیگه ای بابایی را خوش نکده تو یک گو بیار زبک و یک گزفنده چقدر چیزش هم میگیره مالش هم میگیره ناموسش هم میگیره عزتش هم میگیره آبرویش هم نامش هم مانده احترام اولیاء الله نامش هم مانده احترام اولیاء الله این قروان است افسوس دیگه که اونجا یک حکومتی نیست که این کارا را نه منه کن حتی شنیدیم در میسای این طرف هم این کارا شده و یک کسی هم اونجا بود هم این کارا را میکده و بازو را دواندن و چی کده ای اولاد نداره ادنا داره به اونی دار ما به این گوش خود شنیدم بر شما گفتم امی سوره را برش خواندم در می دوران حکومت ملا صاحبا که بود نه در وقت در ولایت رفتم یا این نفر گفت که من چی هستم من چیز هست گفت امی کیز آمده من دیدم ماما یک مولایی بود گفتم چرا آمدی اینجا گفت از کراچی آمدیم گفتم از کراچی چرا آمدی اینجا خب چیکار بود چکر آمدی گفت نه بی اولاد است من می خانم گفتم اولاد نداره اینجا که شفاخانه قوی است چیکار شفاخانه هم اونجا است مردم از اینجا اونجا میره چیکار نه گفت اینجا دیگه است گفت چی است گفت اینجا زیارت است زیارت مرده است یا زنده گفت ما چه میگن مرده است بعضی میگن زنده است بعضی میگن مرده گفتم چی میکنم دمی ولایت خودتان است اون طرف بود گفت نه در این ولایت نیست در غزنی نیست کی میری گفت در میروزا میبر میرم نبردی نه گفتم خوب شد که نبردی که من رسیدم نبری در اونجا که خرابت میکنم این گپه نگفتمش گفتم چرا میبری من گفتم دفعه خوب پرسان میکنم که عقیده مردم معلوم شد با من چی عقیده دارم گفتم چرا میبری چی میکنه او چه قسم اولاد میتن گفت اونجا میگن که عملیات میکنه یقین کن میتونی عملیات میکنه گفتم مرده است یا زنده است عملیات میکنه گفت نه مرده خو میگن زنده میشه شو دیگه زنده میشه گفتم ما عملیات میکنه ولی حیران ماندم گفتم خو شو زنده میشه مرده گفت ها میخیزه گفت عملیات بعد از این گفت یه چند وقت که میمانیم باز اولاد دار میشه این تو رنگم تغییر خورد گفتم تو بدم چکو یک گلاس آب به ما بیار گفتم نه مویای جانم خیست خو امی صورت یادم آمد یک گلاس آب بیار که میرم گفتم خودت نبیاری به دست خانمت روان کن چو چی گفتی گفتم گفتم به دست خانمت چو چرا گفت به دست خانمم روان کنم خدا گفت مولوی ها میگیری و احلونگی خوب کته داشتم نه حکومت خواهد مولوی صاحبا بود گفتم به دست خانمت بیار گفت چرا به دست خانمم گفتم چرا نمیاری گفت که نامحرم هستی تو خب من نامحرم میمان تا ما هستم مولوی ها ما هستم گفت تا تو مولایان باشی نامحرم هستی گفتم اوجه که میبری عملیاتش میکنه و چیت میشه بابا کلانت هست چیت میشه و پدر کلانت هست چی کار هست یک دفعه چپ کرد گفت هدف تو آب نیست به خیالم گفتم نه بیشی چی کار هست گفتم او عملیات میکنم چپ کرد همی تو گفت مردم میگه این تو ما های افسوس باز امیر شروع کردم ذکر و رحمت رب که عبده زکریا اولاد نداشت از نادا ربه نداء خفیا آواز کرد که یا رب اینی وهن العظم منی استخوانه این بوسیده شد فهبلی من لدن که ولیا از طرف خود بتی اولاد اینه گفت در کدام قبر رفت نی گفت نرم گفتم نری که مشرکان میشی و دیگه و ظالمای بیدینا بعد از او الحمدلله که گفت برو نمیرم گفتم پس برو کراچی برو دکتری و دوایی بکو جور شد نشد هیچ نه از الله گفتم بخوا بخی شو بخی روز بخی اگر الله بخواد برات میته نخواد نی قال رب اینی و انا لازم منی
این تو مردم هست، این که در افغانستان ایره ما یک نفر دیدیم چقدر دیگه چطور باشه؟ رب ای رب اینی و هنه لازم و بدون شک سخت شده است خانه از ما. اینجا عاجزی میگه ربی که هست وسیله به اسماء صفات الله و هنه لازم و بدونی وسیله به عاجزی تا پیش کو با الله تضرع میکند که یا رب استخوانه ضعیف شده، قوت ما رفته، وشتا علی رأس و شیبه، شوله میزنه سر ما از سفیدی، وهنه یعنی ضعیف شده گیست، وهنه ضعفه ضعیف شده گیست ما ضعفه دیگه اشتا علی رأس اشتعال یعنی انتشار پیدا کده دیگه خو وشتا علی رأس و شیبه منتشر شده سفیدی در سر ما شوله میزنه، مثل که یک چیز سفید میکنی رنگ میکنی، یعنی کامل سر چیزایم سفیده، هیچ امید اولاد نیست. ولم اکن بدعای که رب شقیا، نیستم ما بدعای تو ای رب شقیان بدبخت، یعنی ما ناامید نیستم. لم تخیف فی دعای، در هیچ وقت من ناامید نیستم، بدبخت نیستم که ناامیدی کنم، بلکه تو بسیار احسان کردی، با دیگه احسان بکو، دعای مرا قبول کن مثل که سابق قبول کرده بودی. بیزاوی میگه که هذا توسلم بما سلف له من الاستجابه، سابق دعای ما قبول کردی الله، حالا باز بکو، حالا باز عوده بالاجابه و اطعمه فیها و معه، باز تمام میکنه تیرا، باز قبول بکو، امید دارم، حق کریم است که مرا ناامید نسازه، بسیار تمام دارم. و اینی خفت الموالی من ورای، بدون شک من میترسم موالی از خیشایم یعنی بچای کاکایم قوم خبیله او درزاده و تربور که میگنی از تربورایم گفت میترسم او درزادایم میوارای که بعد از مرگ من میان چون از چی میترسی؟ ایوزا یو دین که دین زایه نکنن و ولا یحسینو وراست العلم و نبوه و همی علم و نبوه صحیح مردم دعوت نتن و کانت امراتی آقران خانم و مام آقر است با بزرگی بزرگ سالیش کسی اولاد به دنیا نمیارد آقر چی را میگه؟ نازا سن که کلان شد نازا میشه اولاد به دنیا نمیاری بخاطر که میسنش کلان شد یا اینکه هیچ اولاد به دنیا ناورده تا که گرفته می نازا هستی هیچ اولاد نمیاره به دنیا خالی چی میخوایی؟ فهبلی ملدون کولی یا الله ببخش از برای ما خاص از طرف خودت فرزقنی من محضه یعنی از طرف فضلت وسایل وجود نداره اگر اسباب بگوی پیرستم نف خانمم اسباب است یک زمین خشکه که بگو یک زمین قاقه که برای ما یک درخت چکونه یک زمین یعنی ما کدام زمین چیزی هم نداریم کدام صلاحیت هم نداریم با ما بتی ولی اولاد صالح که با امرای ما کمک کنه کار نبوته چی کنه یه رسونی و رسومین آل یعقوب مرا میراس ببره و اجداد مرا در علم نبوت میراس اینجا مال نیست علم نبوت است رسول الله میگه نحن معشر الانبیاء ما جماعت انبیاء لا نور است مال ما ترکنا و صدق آنچه که میمونیم صدق اینجا علم است فمن اخذه العلماء ورثت الانبیاء و این الانبیاء لم یورثو دینارا ولا درهما دینار درهما به میراث نماندن و اینما ورثو العلم علم ماندن فمن اخذه بحظ وافر اینا پورا بگیرد بایزایی میگه مراد وراثت شریعت است وراثت این بایزاوی در تفسیر شریعت علم زیرا انبیا کس لای ورسون المال مالا به میراس نمیمانند و جال هو رب رضیا ای رب بگردان ای رب مرزیان اندکا پسندیده شده یعنی آدم نیک راضی که تو ازی خوشحال باشی ما امام راضی می قدم زکریا علیه السلام علی طلب الولد امور صلاح سه چیز میگه پیش کرده اولش کون ضعیفن ضعیف هستم پیر شدیم دوم که ان الله ما رد دعا الله دعای زیر رد نکرده که سی الله قبول کن سیم که مطلوب به دعا سبب منفعتش دین است یا الله بخاطر دین می خواهیم دنیا را نمی خواهیم و سه چیز که باشه تواضعتان بیان کنی انبیا هی تو عجزی میکردن به الله حال مردم این انبیا را خدا جور کرده استغفر الله توبه زکر حال تصریح میکند به سوال ولد که فحب لی ببخش دیگه به می عجزای مرا ببین اولاد بته و داله که من مازید دعا توکید دهی تاکید است بخاطر بسیار اعتماد داره به قوت الله به تحول الله تبری از اسباب ظاهر است یا الله اسباب ظاهری وجود نداره من بیزار است میره امام رازی میگه دیگه از اسباب ظاهری من ندارم
به دیگه کسام رجوع نمی کنم و غیر از تو دیگه کسی هم وجود نداره که به ما بده، فقط خودت یک اولاد بده. اما قاجزی و تازارو و گپا کنی الله دعایت قبول میکنه. ما شما یک دفعه دعا میکنیم چرسی ها واری خواه میتیام دلت نمیتیام میگه دلت ها؟ یا چرسی میگه ما دعا کردیم دلش میتا دلش نی. ما گفتم تو بسیار ظالم آدم هستی، یه خود تکبر است، دلت میتی دلت نمیت، تواضع کو، عاجزی کو، تضرع کو، گریان بکو، بار بار دعا کده برو، ناامید نشو، الحاح بکو، شله باش، چقش شله شوی الله بسیار خوش میداشته باشه. مثل خانه یک کسی میری یک دفعه میگی که یک چیز است نی، و باز که میری باز میری باز میری باز میری شله 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 آخر میگه زمین جنجال زمین ما را خلاص کنین گمش کن. ما خواهیم مسئله نمیتور است. یک دفعه که بیایی دیگه دفعه دیگه دفعه دیگه دفعه تنگه بار بستری خدا پرت در پشت خانه مجبور یک نمره میتیم برو میگم گم که خدا کامیاب شدی که زمین جنجالت خلاص شد. یعنی به یک دفعه نمیشه، بار 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 بار. الله باید بسیار مهربان است که دعا را قبول میکنه. ما شما دعای صحیح نمیکنیم خب؟ این طور دعا کنیم. این وقتی که می دعا را کرد دیگه الله دیگه چه بشارتش آمد. یا زکریا، ای زکریا. ما شما در سوره آل عمران خواندیم که در بالا خانه فنادت الملائکه و هو یصلی فی المحراب. در عبادت خانه نماز میخوان. ما آوازش کرد ملائکه و هو یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیا. الله تو را بشارت میتا با یحیا. نام شامان. یعنی یحیا است، پیامبر است. ای زکریا ما تو را بشارت میتیم به یک فرزندی اسم او یحیی اینه که نام از او یحیی است، مثل که در سوره فنادت الملائکه تو آواز کرد یار ملائکه در سوره آل عمران و وقایم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی. خو لم نجل من قبل سمیا، نگردانده بودیم از برای ازی پیش ازی هم نام، یعنی هیچ کسی پیش ازی یحیی نام نداشت. ی اسم فز غیر، یعنی اسم تنها سبقت نداشت. الله تعالی این نام مان ولم یترک تسمیه کنته لوالدی، با پدر مادرش نماند که نام شبانه. مجاهد میگه لیس شبیه فی الفضل و الکمال، ای هم ندارد امانن در فضل و کمال که الله سکر برای زیاد نام شبان. قال ربی انه کنی لی غلام، حال که بشارت آمده ای ایران ما گفت ای رب چگونه برای ما غلام میشه. استفهام برای تعجب و خوشحالی است به امر عجیب. چه قسم چه قسم میشن یا کیفیتش پرسان کرد که جوان میشم ما چی گپ است؟ کدام جوان میشیم ما و خانم ما پس جوانی های ما؟ گفت نه جوان نمیشین. انا چگونه میشد از برای ما اولاد و کانت امرات آخره، در حالی که زن ما سنش بسیار بزرگ شده گیست، اولاد به دنیا نمیارد، در جوانی هم اولاد نداشت، چه قسم امروز یک پیر اولاد بیارد؟ وقد بلغت من الكبر عتيا، بدون شک من رسیدیم از بزرگسالی و شیخت در نهایت عمر. از این فهمیده میشه زنا که سنشان بالا میره اولاداشان نسلشان کم شده میره، باید در جوانی آروسی های خدا را بکنن تا که اولادهای را درست تربیه کنن. میمانن 30 سال 40 سال 40 ساله که شد با شوق شاور سرشان میزنن. حال نه اوتور نکنین در جوانی آروسی کنن. مفسرین میگه کان قد بلغ 120 سنه، 120 ساله بود. و امرأته 99 سنه، 99 سال زنش بود. اراده کرد که مطمئن شود وسیله را بفهمد که الله را رسمی تا چه قسمه. قال کذالک، الله گفت که بر زکریا، زکریا تو همی قسم هستی، یعنی ها کذا الامر، همی قسم ما پیدا میکنم از شیخین کبیرین، هم تو پیرستی هم خانمت، خلق ایجادش آسان است به ما و علی حیون، ای بسیار آسانه. الله میخواه قدرت خود نشان بده. ما کارایم با اسباب و وسیله هم ضرورت ندارم، یکم دو وسیله باشه. ما قد خلقت قم من قبل و لم تک شیئا سیکو. الله میگه بدون شک من تو را پیدا کردم، یعنی آدم از آدم به نیستی آوردم، و لم تک شیئا هیچ چیز نبودی، یعنی ما قدرت دارم به خلق یحیی، تو خودت چی بودی؟ هیچ چیز نبودی پیدایت کرد سیکو. چی دلیلی میگه الله تو را پیدا کردم این چیز نبودی. مفسرین میگه لیس فی الخلق هین و صعب الله، آسان و سخت با الله در پیدایش نیست. وسیله خلق برای پیدایش صغیر و کبیر جلیل حقیر یکی است. ونه چی هست؟ کن فیکون، موجود شو موجود میشه. حالا ای تو نیست که چی سخت باشه و آسان باشه. اینما و احوان فی اعتبار الناس، این که آسان میشه در اعتبار دادن مردم.
قادر او کسی قدرت داره به خلق، از آدم قدرت داره به خلق، از شیخین پیر. قال رب اجعل لي آیه، یقین کرد که الله میاره. میتا گفت ای رب بگردان از برای من یک علامه که دلالت کند که زن ما حامله میشه. قال گفت آیت که الله تکلم، علامه تو است که توانایی حاصل نمیکنی به گپ زدن مردم. گپ میزنی میزنی سه شب و سه رو یک دفعه زبانت بند میشه، هیچ گپ زدن نمیتونی، که نتونستی بفهمی که خانمت حامله شد. از این فهمیده میشود که امید 120 سالگی هم که خانم خود 99 ساله خواب کرده، یعنی تو نبوده که بیخی دیگه فیصله دم 120 مرد کسی پیر نمیشه. مونه زنم زن پیر میشه مرد نی، و انت سوی الخلقی و تو خلقت پیدایشت برابر می باشد. لیسا بکه خرسون ولا علتون، نه در تو گنگی می باشه نه علتی. ابن عبدالله ابن عباس میگه او تو قل لسان و هو من غیر مرض، زبانش بند شد بدون مرض، ایچ گپ زده نمیتانست. این را تفسیر قرطبی آورده. ابن زید میگه حبس لسان و هو، زبانش بند شد، فکان لا یستطیع، توانایی نداشت با کسی گپ بزند. و مرای ازی یسبح، تسبیح میگفت، توراتا میخوان، سبحان الله ذکر کده، میتانست هرچی، گپ زده نمیتانست با مردم. ولم یکن الانجیل ظهر بعد، انجیل دو آشکارا نشده، لأن هذا قبل ولادت عیسی، پیش از ولادت عیسی علیه السلام انجیل نامده بود. قطورات میخوان، ذکر میکرد، نماز، همه گپ نمیتانست. وقتی که اراده میکرد که گپ بزنه توانایی نداشت. ایرام قرطبی بیان میکنه، فخرج على قومی من المحراب، بیرون شد به بالا قومش، خدا بالا کرد از امون محراب مصلا نماز. محراب ماورینی محرابای مسجدی پسان جور شده، خب در دوران رسول هم نبود که محراب مسجد برآمده باشه. محراب یک بالاخانه برای عبادت تخصیص داده میشه، فهمیدیم؟ و این خوب است هر کس یک جای عبادت خانه باشه، تنها عبادت قرآن و موجه ذکر و دعا بسیار تاثیر داره. نه فرج اون ذکر الله خالیا، الله را به تنهاییات کنی، ففازت اینا. این چطور میشه؟ این شکا و غالمغال و زن و یا باشه خونه میشه نی؟ که از چشم انسان عشق میره نی؟ اگر گریان کنی طفل میمیه، چرا گریان داری پدر؟ چی گپ شده؟ کدام مصیبت آمده نی؟ یک بالا خانه یک جای جدا باشه که موجه عبادت هم کارا کنی. متاسفانه که ما شما چی کنیم دیگه؟ نمیمانن، نداریم، چی گپ است؟ فاوحای لی من سبیح بکرتا و عشیا، اشاره کرد الله به اشاره کرد، اوحای اشاره کرد زکریا ایلیم به طرف قوم خود. چی گفت؟ ان سبیح بکرتا و عشیا، این که تسبیح الله را بگوین در اوائل روز و عشیا در آخرش دیگر. کان کلامش به امرای نوت به اشاره بود، این طور کرد که نمازایتان بخوانید او کما الله امیتو یک اشاره کرد. من گفت نه گپ نمیزنم، اشاره کرد برای اینا. قال مثل که در سوره عمران میگه قال یتکلم تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا، مگر به اشاره ده اونجا گفتم. خب امی بود که اشاره نماز یک دفعه که یحیی پیدا میشه که کلام حذف تقدیر است. هر وقتی که تولد شد یحیی بزرگ شد، در سنی رسید که عمر میشد، قال الله، الله برش گفت یا یحیی، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، بی کتاب تورات بقوت جد و جهد و کوشش به علم عمل و بیان. تورات بسیار انبیا فیصله میکرد، خب تورات کتاب کلام. و اتینا الحکم صبیا، دادیم ما برازی حکمت فهم کتاب صبیا، در حالی که طفل بود، عقلش فهمش در میالت طفلی بسیار متو وشیار بود، میفهمید گپا. روایت شده که ان سبیان قالوا لیحیی، اطفال گفتن برای یحیی اذهب بنا نلعب، بیا که بریم ساتیری کنیم. 6 ساله بود، 5 ساله و همه قدر بود، بیا که ساتیری کنیم. فقال گفت که مال اللعب خلقت، ما گفت بر ساتیری پیدا نشدیم، خلقت مال اللعب خلق، ما بر بازی گفت پیدا نشدیم، گفت ما بر دعوت پیدا شدیم، ما بر عبادت پیدا شدیم. و ایران ما گویرسه که یک میده جانشی تو گپا رو میزنه. بعضی میگه که اوتی نبود منز صغر دم تفلیش نبود برش دادش، ولی اول ظاهره. تبری میگه معناش آتینا الفهم لکتاب الله، حکم فهم کتاب الله را در حالت سبا و تفلیش پیش از بلوغش به سن مردها فهم کتاب الله را میفهمید. مثل که حال 6 ساله 7 ساله قرآن حفظ میکنه، یا وی خوب شعاری و زکاوت هم داشت. و حنانم من لدنا و زکا،
دیگه حنانم من لدنا، ای چی بود؟ یعنی ای کار الله میگه کردیم رحمتم منا، احسان و رحمت بود با طرف ما با پدر و مادرش. و زکا، زکاتی تزکیه بود از خصال ذمیمه، از خصال بد. و عطف و مهربانی بود از طرف ما، تزکیه. الله میگه ما تزکیهش کرده بودیم از کارهای بد و از خصال بد، صفتهای بد. و کان تقیه بود، یحیی یک بنده صالح متقی، متقی الله بود. تقی بسیار صفت خوب است، خب متقی بود، یا یعنی قصد گناه را نمیکرد. عبدالله ابن عباس میگه طاهرم لم یعمل بذنب، پاک بود، هیچ گناه نمیکرد. و برم به والدیه، الله میگه گردانیدی میره بار نیکوکار با پدر و مادرش. از این فهمیده میشه که با والدین نیکی بسیار چیز مهم است. ولم یکن جبارا عصیا، محسن بود با اون نبود، متکبر، جبار متکبر، قانون الله را قبول نکن، عصی نافرمان. و سلام علیه، آل الله نعمت های دنیا آخرت بیان، سلامتی باد با بالا زیاد جانب الله. یوم ولده در روز ولادتش که تولد شد، و یوم یموت در روز مرگش که میمیره، و یوم یبعث حیا روزی که زنده میشد از قبر. از این فهمیده میشه که یوم میمیره و دوباره پس زنده میشه. ابن عطیه میگه حیا و فی مواطن التي یکون الانسان فیها فی غایه الظوف. الله را حیا هو یعنی چیکت دعای حیات برش کرده در حالت هایی که انسان دو در نهایت ضعف می باشه. روزی که تولد میشی سلامتی باد، انسان ضعف، روزی که میمیری بسیار انسان نیازمند است، حاجت داره، در روزی که از قبر میخیزی باز هم محتاج. این حالت های بسیار نهایت ضعف انسان است، مرگ، دوباره زنده شدن، تولد. انسان اگر الله توجه نکند، رحم نکند، انسان تا میمره، در خردی هم میمره، در وقت مرگ هم هلاک میشه، در وقت دوباره زنده شدن هم. و انکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. یاد کو در کتاب مریم را، اذ انتبذت وقتی که دور شد، من اهلها از خانوادش، مکانا شرقیا به طرف مکان جای شرق. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا. گرفت مریم من دونهم پیش روی زینا، پشت سرشان، یعنی دور زینا، حجابا پرده، فارسلنا لوان کردیم، ما روان کردیم، فرستادیم الیها به طرف مریم روحنا، روح خود را که جبرئیل بود. فتمثل لها بشرا سویا، متشکل شد جبرئیل از برای مریم بشرا، یک انسان برابر. قالت اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. گفت مریم ما پناه میخواهیم به رحمان ذات از تو، ای انسان، ان کنت تقیا، اگر که متقی باشی. قال انما انا رسول ربک. قال گفت جبرئیل ما که هستم، فقط فرستاده رب تو هستم. لیهب لکی غلاما زکیا، تا که ببخشم از برای تو به حکم الله غلاما، یک فرزند زکیا بسیار هوشیار و بیدار. قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. قالت گفت مریم چگونه از برای من میشود فرزند، اولاد، بچه، در حالی که نرسیده به من بشر، انسان، ازدواج نکردیم، ولم اک بغیا، نبودم کار زناکار و فحشاکار، یعنی کار بدام نکردیم، شوهر ندارم، چه قسم. قال کذلک قال ربک هو علی هین. قال گفت جبرئیل کذالک که تو به میالت می باشی بدون شوهر. قال رب که گفت اگیس رب تو هو علی هیون، ای بالای ما آسان است، یعنی من قسم الله اولادت میتا. ولی نجاله هو آیت للناس و رحمت منا، بخاطر که بگردانی ما فرزند تو را نشانه و معجزه قدرت الله، للناس از برای انسان ها، و رحمت منا، رحمت جنب ما، و کان امر مقضیه، از یک کار فیصله شده، این کار الله فیصله کرد. فحملته فانتبذت به مکان قصیا، حامله شد مریم به میسا، رفت به میسا مکان قصیا، در جای بسیار دور. فجاء اهل مخاض الى جذع النخله، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فجاء مت ها ببالای مریم المخاض، درد ولادت، الى جذع النخله، بمو تنه و درخت خرما. قالت گفت مریم یا لیتنی، ای افسوس، میتو قبل آزا که میمردم پیش ازی، و کنتو نسیم منسیا، میشدم فراموش کرده شده. فنادا من تحت آواز کتیر، از زیر
پایزی جبرائیل الله تحزنی که غمگین نشو قد جعل ربک تحتک سریا بدون شک گرداندگی رب تو در زیر پای سریا کشتی چشمه آب را و هزی الیک بجز نخلتی تساقط علیک رطبا جنیا شربتی به طرف خود بجز نخلتی به تنه درخت خرما تساقط علیک میریزاند به تو رطبا جنیا خرمای تازه که بیچینی و را فکلی و شربی و قرری اینا بخوبونش خوشحال بکو چشم خود را فا اما ترین من البشر احدا فقولی اگر دیدی کدام از انسان کدام کسی را بگو اینی نظر تو لرحمن بدون شک ما نظر کردیم از برای رحمان ذات صومن یک روز را فلا نکلیم الیوم انسیا امروز با هیچ انسانی گب نمیزنم فاتت بی قومها تحملو آمد مریم بی بمی عیسی قومها پیش قوم خود تحملو در حالی که در آغوشش بود عیسی قالو یا مریم و لقد جیت شین فریا گفتنی مریم بدون شک تو آمدی به چیز ناشنا یا اخت هارون ما کان ابو کم راسو و که ما کانت امو که بغیا ای خوار هارون نبود پدر تو یک شخص بدکار و ما کانت امو که بغیا مادر تو هم بدکاره نبود تو چرا این کار کردی؟ فاشارت الیه اشاره کرد مریم به طرف عیسی قالو کیف نکلم من کان فی المهد سبیا گفتم مردم چه قسم صحبت و گپ بزنیم ما به امرای طفلی که از در آغوش مادر طفل همین گپ که گفت عیسی شروع کرد قال گفت عیسی اینی عبدالله بدون شک ما بنده الله استم آتانی الکتاب و جعلنی نبیا میدهد الله به من کتابا میگرداند مرا نبی و جعلنی مبارکا میگرداند مرا مبارک اینما کنتو هر جایی که باشم و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا حکم میکند به نماز زکات تا که زنده استم و برم به والدتی نیکی بکنم به والد مادر خود ولم یجعلنی جبارا شقیا نگردانندگی مرا جبار یعنی متکبر شقیا بدبخت نافرمان و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا سلامتی باد از جانب الله به بالای من روزی که من تولد شدیم و روزی که میمیرم و روزی که دوباره زنده میشم ذالک عیسی ابن مریم اینمی واقعی بیان شد عیسی فرزند مریم است قول الحق الذي فيه يمترون كلام حقي كده ينيات شك ميكردن كافرا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه نيسد براي الله كي بغير أولاد باكس الله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقتك فيسلكون يكارا ميقويت البرازو موجود شو ميشوت وإن الله ربي وربكم فعبدوه بدون شک الله رب ما خالق معبود ما و شماست عبادت خالص کنیم به الله هذا صراط مستقیم اینمی رای مستقیم است فاختلف الاحزاب من بینیم اختلاف کرد احزاب از قوم از بین زینا قوم عیسی فویل للذین کفروا هلاکت با تزبرای کافرا من مشهد یوم عظیم از حاضر شدن روز بزرگ که روز قیامت است واقعی مریم الله بیان میکند چون که عیسوی ها یا مسیحا نصرانیا این ظالم ها یقیده را داشتن که مریم آل این یقیده را دارن که مریم خانم الله است و عیسی فرزندش است فرزند الله است و این خودش آثار الوهیت دهی است الله دهی حلول کرده یا فرزند است یهودی ها در باره مریم این یقیده را داشتن بیدین های مرتدا که می گفتن که مریم کار فاحشه کار است یعنی بدکار است این طفلی که آمده این کار فشار کرده بود و عیسی را می گفتن این حرامی است این چیز حلالی نیست الله این جرات میکنه سر کل گروپ های کافر درباره عیسی و این را می فرماید که عیسی اله نیست فرزند الله نیست بلکه عبد است رسول است این چیزایی که شما میگین مادرش بدکاره نیست خود از این نشانه قدرت الله است و از کلیات بکن در کتاب یعنی اینمی واقعه و داستان مریم عیسی را دوم داستانه فی الکتاب در قرآن در این صورت در قرآن یاد کن مریم ها و یه عجب من قصه میلاد یحیی این بسیار ناشناس از قصه ولادت یحیی چرا لانها ولادت و عذرا من غیر بعلن او خب پدر و مادر داشت پیر بودن حال الله ای را بیان میکند که یک اول ولادت عذرا دختری که جوانی که من غیر بالن که شوهر نداره یک دختر جوان بدون شوهر الله برش اولاد میده این عجیب است
و یه اغرب من ولادت عاقرن، یه بسیار ناشناس از ولادت عاقرن، یک خانمی که یا مردی که نازا است، اولاد به دنیا نمیاره، عقیم است، من بعلی هل کبیر فی سن، از شوهری که بزرگ است در سن. معنی این نیست که قدرت الله را میگیره سعی کنه، معنیش که یاد بکوی محمد نوجه که ما شما خواندیم که الله اصحاب کهف گفت اما حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیا را شما تعجب فکر میکنید؟ زکریا را سعی کن، اینی عجایب قدرت، ایجا عیسی را سعی کن، ایچی قدر عجیب است. یاد بکوه ای محمد ای رسول الله داستان واقع مریم که بسیار عجیب و ناشنا است که دلالت به کمال قدرت الله میکند. اذن تبزت وقتی که دور شد، تبزت یعنی تنحت، دور شد و اعتزلت کنارگیری کرد از اهلش، ابتعدت و تنحت. در کجا رفت؟ مکان شرقی، یا در یک جای شرقی بیت المقدس، بیت المقدس یا بیت المقدس که در فلسطین است، در سای شرق از او رفت تا که فارغ شد به عبادت الله در اونجا رفت. فتخذ من دونیم حجابا، جور کرد، گردانید بین خود در بین قوم سترن، یک پرده دور از اونا، یک پرده را جور کرد پیش خود و پیش قوم، یک دانه پرده ماند که کسی را نبیند. و فرسلنا الیها روحنا، روان کردیم ما به طرف مریم روح خود را، روح یعنی جبرئیل روان کردیم. فتمثل، متشکل شد جبرئیل از برای مریم بشر سویا، متصور شد یک به صورت یک بشر برابر، یعنی تام الخلقه، من از یک انسان یک مرد پیشش رفت. عبدالله بن عباس میگه جا اها فی صورت شاب بن ابیض الوجه، در صورت یک جوانی که رویش بسیار سفید زیبا بود، آمد جوها در شعری میایش تو چی بود؟ پراگنده میایش تو چنگک، موش چنگ بود، موی چنگ داشت، خودش سفید، مستوی الخلقه، خلقتش تام، بسیار زیبا که آمد. مفسرین میگوید که انما تمثل لها فی صورت الانسان، در صورت انسان متمثل شد، چرا لتستأنس بکلامه، تا که انس بگیره، رغبت پیدا کند امی مریم به سخن جبرئیل، ولا تنفر عنه، نفرت پیدا نکنه، نگریزه. اگر به صورت ملک یک چیز میامد میترسید، میگریخت، توانایی دیدنش نداشت. ولو بدا لو فی صورت ملکیه، اگر در صورت ملکیه میامد لنفرت، فرار میکرد، نفرت میکرد، ولم تقدر الاستماع، توانایی نداشت مریم به شنیدن کلام جبرئیل. و دل دیگه دلالت میکند علی عفافها، که بسیار عفیف پاک دامن بود، بعد از اینکه با وجود که یک بچه بسیار زیبا بود، آمد جبرئیل، این چی میگه برش؟ میگه این یعوذ بالرحمن، بسیار عفیف بود و ورب تقوا داشت، که انها تعوذت، که مریم پناه میخواد بالله بالله من تلک صورت الجمیله، از این صورت زیبا کسی هم نیست، نه تنها در این وقت دخترها باشه، ای تو زیبا صورت و دورم باشه و کسی هم نباشه و بسیار دیگه ایمان میخ، الفائق فی الحسن، که بسیار در زیبایی هم حد نداشت. چی گفت؟ قالت، گفت مریم اینی اعوذ بالرحمن، ما پناه میخوایم برحمن ذات، که می دیدش ترسید، گفت که ما ترسید که شاید اراده بدی را میکنه، کدام کار بد میکند، گفت اینی اعوذ بالرحمن، ما پناه میخوایم برحمن ذات، یا پناهی میخوایم، خدا پناه میتم با الله، من که از تو، این کنت تقیا، جواب شرط محذوف است، یعنی این کنت تقیا فترکنی، اگر تقی هستی تو مرا الا بتی، آزار نتی مرا، پناه میخوایم بر رحمان ذات، این کنت تقیا، اگر تو تقی هستی شرط جزایش چیست؟ فترکنی، مرا الا بتی، ضرر نرسان با من، اگر که تقوا دار باشی. مرد چرا نزدیک ما آمدی؟ دور شو برو، جبرئیل که دید نمیفهمید. این ایران میگن که ولیه بود، نه؟ این ولایت داشت، کرامت داشت، ولی غیبه نمیفهمید. جبرئیل به صورت انسان آمده نفهمید. اگر میفهمید جبرئیل هست، که میگفت پناه میخوایم، نه؟ میگفت برو شو ناختم جبرئیل هستیم، بیا چی میگی؟ نمیشناسه، غیب دان، غیر از الله کسی نیست. ولی یک مرداری که اینجا در سر سرک افتیده فال میبینم، یا ما غیبه میفهمم این ظالمه را.
قال انما انا رسول ربك لا هب لك غلاما زكيا. قال قف جبرائيل از برای مریم مزیلا لما حصل اندا من الخوف، میخواست که دور بکنه آن ترسی که به ای پیدا شده بود. چی گفت؟ انما انا رسول ربک، نیستم من مگر فقط فرستاده رب تو هستم، ملک هستم مرسل از جانب الله آمدیم. لیهبه، تا که ببخشم ما، یعنی تا که الله ببخشد برای تو غلامم طاهرم من الذنوب، یک فرزندی که پاک از گناه، زکیه، پاک است از گناه، هوشیار بیدار. غلامن لیهبا، یعنی ببخشم به حکم الله. آمدیم که ما پیام الله را بیارم که الله برای تو اولاد میتاه. ای تو نه که خودم میتم، خودش خونه میتانه. اونم اونجا پسان میگه که شما قرینه اینجا وجود داره که قال ان یکونی لی غلام، چه قسم بچه میتاه به ما میشود؟ قال گفت ربک هو علی حیم، ربت میگه آسانت بود. یعنی تو نیست که خود جبرئیل بده، خود جبرئیل توانایی را نداره که ما کسی اولاد بده، الله میده. وقتی که ایگه پا گفت که ما از جانب رب آمدیم تا که پیام الله را بردیم که الله بر تو بچه پاک از گناه را میده، زکی پاک پاکیزه، زکات پاکی را میده. قالت انا یکونی لی غلامون، قالت گفت مریم چگونه میشد از برای ما غلام، یعنی یک فرزند و بچه، و علی ای صفت، به کدام صفتی پیدا میشه؟ آیا ما عروسی میکنم چی گپ میشه؟ ولم یمسسنی بشر، در حالی که به ما خو کدام شوهری دست نزده در بدن ما، ولم اکو بقی آزنم نکنیم، یعنی ما خو شوهر ندارم تا که به ما اولاد بیا، و دیگه زانیم نیستم، بقی یعنی زناکار. ای چطور الله به ما اولاد میتا؟ ای را پرسان که قال کذالکی، قال ربکی هو علی حیون. قال گفت جبرئیل کذالکی، تو بمی آرستی، حالت بمی از کار می تورد، یعنی تو شعور نمی کنی بدون شعور. قال می گوید رب تو حکم کرده هو علی حیون که ای اینمی دو بچه دادن بر تو بدون شعور به ما آسان است، یعنی اگر که شعور نداشته باشی این به الله آسان است، الله می ته، الله قدرت داره. ولی چون این کار میکنی؟ ولی من نجل و آیت للناس، الله میفرماید تکشات آمدن می اولاد بدون پدر دلالتن، آیتن یک دلالت نشانه و نشانه قدرت تی الله، قدرت عجیبی الله للناس است برای انسان ها، این قدرت عجیبه. و رحمتن، رحمت باشه من جانب ما به بعثت نبیان که نبی روان میکنیم که هدایت میکند به ارشاد الله مردم ها، مطابق حکم الله هدایت میکنه، این رحمت با مردم هست، نشانه قدرت ماست. و کان امر مقضیا، از وجود اینمی یک کاری است مقضیا فیصله شده، یعنی الله از فارغ شده حکم کرده است، تغییر نمیخوره، لا تغییر ولا تبدل، نه تغییر میخوره تبدیل، زیرا سبقت کرده در علم ازلی الله. این را گفت که اگر تو میگی نه نشه و گمش کوی این کارا رو نکن من بدنام میشم، این فیصله شده، الله این فیصله کرده، کاری را که الله فیصله کنه هیچ کس، یعنی یک خانم بگه من عامله نمیشم، میشه میشه، الله کس عاملش میکنه، بخوای نخوای این فیصله شده. فحملت و این جس که حامله شد، در اینجا انتها الحوار بین روح الامین و مریم و زرا، منتهی شد گپ سخن گفتن در بین روح امین جبرئیل، مریم و زرا پاک دختر، و هناك نفخ جبريل في جيب درعها، پف کرد جبرئیل در گریبان سینهش کرد، پف کرد، همینطور چف کرد، خلاص دیگه. فدخلت النفخه في جوفها، در شکمش داخل شد، فحملت به، حامله شد بینمی، بینمی حامله شد. و تنحت الى مکان بعید، در جای دور رفت، در جای دور رفت، معنای آیه ای است که چی گپ شد؟ فحملت و حامله شد، فانتبذت، فتنحت، دور شد به بمی حمل خود، مکانم قصیا، در جای بسیار دور، یعنی حامله شد به جنین، فاعتزلت، کناره گیری کرد در حالی که طفل بود، در یک مکان دور رفت از خانوادش، از ترس از ایو روها، تا که مردم میره آر تن بگوین به ولادت بدون شوهر، از قوم دور شد، بسیار دور رفت که کسی را نبینه چه حال شد. فجاءها المخاض الى جذع النخله، فالجاها، مجبورش کرد تیره
المخاض درد ولادت علم الطلق و شدت الولاده. همی درد ولادت که از ایرا مجبور کرد به چی علاج زن نخلتی به مساق درخت خورمای خشک در موج خود همی تو گرفت تا که تکیه کنه و ولادت شود عیسی علیه السلام. مخاض چی را میگه؟ اشتداد وجل، شدت درد ولادت، ای را میگن مخاض. وقتی که در موج همی تو شد دیگه، یعنی بعضی میگه زود همی کمی پف کرد چی شده دیگه، بعضی میگه نه همی توی چند ماه تیر شده و میگه نه زود حامله شد، یعنی زود همو وقت که پف کرد حامله شد و زود کلان شد طفل. طفل مثل ای تو نه که چهار ماه اینگه پا زود. قالت یا لیتنی میتو قبل هادا، گفت مریم چی گفت؟ ای افسوس که میمردم پیش از این. حالا گفت که غم کجا ببرم، ای افسوس که میمردم پیش از این کار، پیش از این کار. و کنتو شیعن تافیهن، کنتو میبودم نسیان فراموش شده منسی، هیچ کسی مرا نمیشنم، کاش که من شناخته نمیشدم، کاش که نام مده این قوم نمیبود. این قول قتاده بن عباس. کنتو نسیم منسیا لم اخلق و لم اکوشه، هیچ به دنیا نمی آمدم، هیچ مردم مرا نمیشناخت. حالا چی میگم مردم؟ من برم بگویم خوی اولاد از کجا کردی تو؟ ناروسی کردی نه دیگه، این غم از کجا ببرم؟ این خوب سار با حیا بود دیگه، این زنهای بی حیا واری نبود، دخترهای بی حیا واری که بگه برو خیره رایش هم میفهم که چی کار کنم، حامله شدیم نی؟ ولی بی حیا هستن، پیش دکترها میرن و نه خلاص دیگه، پرتش میگه سقطش کن. کنت نسیا منسیا. ابن کثیر میگه که عرفت انا ستبتلا، شناخت که امتحان میشود به می طفل، فتمنت موت، آرزوی مرگ کرد. چرا؟ زیرا این شناخت که مردم تصدیقش نمیکنن، هر قدر بگویه که این رب جبرئیل آمده بودی تو هیچ، بعد ما کانت این دم عابده، بعد از اینکه بسیار عابد بود پیش از اینا، ناسکت زیاد قربانی میداد تسبیح و آه، حالا دیگه چی شده؟ یک عابده بود بسیار اطاعت میکرد از الله، حال صبح شده گیست که آهره و زانیه شد، بدکاره شد، به می خاطر گفت که کاش که ما قالت یا لیتنی میتو، کاش که میمردم، کاش که مردم مرا نمیشناخت، چه حال است، چی بکنم من؟ دمی غم بود، طفلان به دنیا آورده که فنادا من تحت آواز کرد ایرا از زیر پای از این ملک جبرئیل آوازش کرد، از چی؟ از زیر نمی درخت، الله تحزنی که غمگین نشو، گفت برش که نمی غمگین نشو برای زی که طفل الله برد داده، ای در قصه ازی گب نباش، در قصه مردم هم نباش که مردم چی گب میشه، آینده را فکر نکو، کل کار الله سال میکنه. قد جعل ربک تحتک سریا، بدون شک گردانندگی است از برای تو در زیر پای سریا، سریا یعنی جدولا صغیرا یجری امامک، یک چشمگه که خورده که آب می رود در زیر پای تو. گفت هیچ کدام غم نخو، سری نهر یعنی یک نهر است، یک جو، یک از جدول لین الما یسری فی آب دی میره، گفت یک نهره که کوچک یک جو یک است نیمی ازمی آب میره چشمگه که کدی جو جور شده از زیر پایت میره. گفت هیچ نترس، نه غمگین نشو. عبدالله ابن عباس میگه زر جبرئیل برجلی الارض، جبرئیل با پای خود در زمین زد، فزارت عین ماین، یک چشمه آب بیرون شد، عذبون بسیار شیرین بود، فجرا جدولا جاری شد، یک جوچگه کم تو از پیش روش جوچه میرفت میده آب یخ و جگرما مست، سرزمین عرب فلسطین بود در پالی بیت المقدس خود مساس. گفت اینی آب، آب که دید ای خوب ولادت، خوب آب ضرورت داره به نان و غذا، نان نبود. گفت و هو زی الی که به جزء نخل، حرکت بده به طرف خود، به جزء نخلتی همی تنه خورما را، یابس بود جز خوش خشک بود، تا که ببینی تو یک معجزه دیگر، قدرت دیگر در زنده کردن مواد، یعنی یک درخت خشک. شورش بته گفت تو ساقت علی که میره زانه به بالای تو رطبن جنیا خورمای تازه، رطب یعنی تازه را میگه، شهی و تری که خوب تازه باشد، اشتیاور باشد، جنیا که چیده میشه نزدیک، و نموره که شور بته که اموره که تم دست خود کمی زدش بس دیگه، همو تو چی شد خود از اون تر تازه شد، یکی میوه گرفت.
مفسرین میگه امرش کرد که شربت امی تنه خرمای خشک تا که ببین یک نشانه دیگر که الله درخت خشک تازه میکند. بعد از اینکه آب دیدی عالی را، آب شیرین دیدی که روان از جوی پیشد و ذالک الیاس کنه تا که امی دردی از این سکونت حاصل کنه، بفهمه که کرامت است از جانبه. آب که دید راستی بسیار خوش، درخت که زد یک امت سرسبز شد، خرمای تازه گرفت آجل و سرشفتید که امی تو می تکن کلش می افتاد. باز می گرفت که تمیاب نگه خرما را خورده می رم. این را که دید امی درد ولادت و درد کل چیز رفت، امی تو خوش شد دیگه که برو الله یک کاری میکنه. این کاری که کرد آینده که اولادم مجاب شه، الله یک کار پیدا میکنه که ما به این مردم چی جواب بده.